وقتی بعد دانشگاه شروع کردم که مستقل کار کنم، هیچی واقعا نداشتم، دستم واقعا خالی بود. و بعدم که انقلاب شده بود، دانشجو نمیپذیرفتن، ولی من خیلی دغدغه ذهنیم بود، همیشه دوست داشتم. بعد یه دوره شروع کردم مثلا نقاشی کار کردم، بعد جوابمو نداد، تا اینکه خودم شروع کردم به جستجو دوباره. کتابای دستم رسید، اونا رو مطالعه کردم، سعی کردم واقعا به تنهایی، کسی نبود که بهم در این راه بخواد کمک کنه، بهم چیزی یاد بده، که نمیتونستم از اون دوره رو اصلا دوست نداشتم، از اون چیزهای کلاسیکه که یاد گرفته بودم تو هنرستان، و خیلی محدود بود، خیلی برام سخت بود که کنده شدن از اون وضعیت. تا اینکه میگم این کتابا و اینا که یه کمی بیشتر مطالعه کردم، بیشتر دیدم و اینا، احساس کردم آره من باید اینجوری کار کنم که به مدرنیستا برخورد کردم، اونا رو بیشتر مطالعه کردم. یکی از کسایی که خیلی رو من تأثیر گذاشت برانکوزی بود، که همیشه تو ذهنم میچرخید اون جوهره کار رو چجوری بکشم بیرون. خیلی رودن برام جذاب بود، بعد کارهای هنری مور و یا باربارا پورس، اینا رو خیلی دوست داشتم. کارهایی که خب یاد گرفته بودم دانشگاه و نمیدونم خیلی ابتدایی کار میکردیم، این همیشه آزارم میداد، فکر میکردم میخوام خارج بشم از این قضیه، انگار دست و بالم رو بسته بود. بعد دیگه از دوستانمون، آقای شهلاپور مجسمه ساز بودن، ایشون یه روز اومدن خونه ما دیدن و اینا، من همینطوری در جدال بودم با خودم که میخوام کار کنم، نمیتونم، این دیگه چقدر گل و گچ کار کنم، بعدم چوبم خیلی دوست داشتم، که ایشون گفتن که آره یه مثلا وسیله اره برقی هستش و اینا، من گرفتم دارم. گفتم چجوریه و اینا، گفتن که خب باید بیای تو کارگاه هم ببینی. من بابت اینکه برم پولم نداشتم، ولی باید این وسیله رو می‌خریدم، ولی چون پول نداشتم گفتن که خب بخری. از جمله آقای مسلمیان گفتن خب اگه نتونی چیکار می‌خوای بکنی؟ گفتم باشه من میرم این وسیله رو ببینم چه جوری میتونم از پسش بر بیام. گفتن نه این کار سنگینه، مردونه است، فلانه، بهمانه. خلاصه گفتم خیلی خب بذار من امتحان کنم، اگه نتونستم باشه نمیخرم. ایشون هم گفت آره بیا برو دیگه. رفتیم با، گفتم ماشین اینا نبود دیگه، با کرایه رفتم. گفتم برین مرزن آباد، از مرزن آباد میتونین راحت یه تاکسی بگیری بیای اونجا. باشه. ما هم تا مرزن آباد رفتیم و زمستون بود دیگه، اصلا هیچی نمیشناختم، فقط میخواستم کار کنم. هر جوری شده بود چنگ مینداختم و هر چیزی که بتونم کارم رو ادامه بدم. بعد رفتم، رسیدم ساعت 2:30 رسیدم، 2:30 بود رسیدم مرزن آباد. اونجا گفتم که رفتم یه آژانسی بود، گفتم میخوام برم کلاردشت. گفت خانم نمیشه. گفتم چرا نمیشه، من باید برم و اینا. گفتش که برف شدید سنگین باریده، الان میباره، هیچ ماشینی بالا نمیره.
گفتم پدرت خوب، من کجا برم اینجا؟ نه مسافرخونه هست، نه نمیتونم الان برگردم، من باید برم. هی گفت خانم نمیشه. گفتم تو رو خدا منو ببر تا هر جا میشه ببر. گفت خانم اگر نتونستم من همونجا پیادت میکنم برمیگردم و نمیرم. گفتم باشه بریم. خلاصه سوار شدیم یه کمی رفتیم سر یه گردنه این ماشینش نکشید. گفت نمیره دیگه خانم چیکار کنم؟ با زنجیرم نمیره، برف شدیدم میومد. موندم خدای چیکار کنم من الان تو این شرایط، نه راه رفت دارم نه برگرد. بعد یه کامیونی داشت چرخش زنجیر میبست، گفت بیا با این برو، این کامیون شاید بکشه. گفتم خیلی خوب باشه. با ترس و لرز رفتیم سوار کامیون شدیم که بریم. کامیونم یه کمی اومد تو گردنه بعد کامیونم موند. من موندم خدایا چیکار کنم؟ بیابون همه برف، فقط سفیدی مطلق میدیدی، میبارید، بوران بود خیلی شد. گفتم نمیتونم دیگه چیکار کنم، باید اومدم گفتم آقا من خودم میرم. گفت خانم کجا میری؟ ازش هم میترسدم، نمیشناختم، یه آدم غریبه بود. گفتم میرم. حد زده بودم حدودا تقریبا 4-5 کیلومتر مونده بود، ولی خب تو برف واقعا سخت بود. پیچیدم روزه، فقط چشمام بیرون بود، نمیدیدم هیچ، حتی یه سگی هیچ نمیدیدی. این گفته یه میشه یه جنبنده نبود، فقط برف مطلق. خلاصه ساک رو گرفتیم دستمون، با کلم از اون بالا افتادم پایین، این پلش زیر کابینه ندیدم، اصلا یک بساطی بود. پاشدم برف خالی، پاشدم تو اون برف. واقعا یعنی یکی از خاطرهای عجیبه که خودم حتی الان یادم میفته این انگیزه چی بود که منو اینجوری میکشون. هیچی تو اون برف یه قدم ور میداشته انگار 10 قدم ور داشته، سنگین بود. خلاصه من مثلا یه راهی که فکر کنم 20 دقیقه شاید نیم ساعت من 2 ساعت طول کشه تو اون برفه خودم رو برسونم آتولیه آقای شهلاپور. خلاصه من ساعت 5 بود دیگه خوش شده بودم، وقتی در زدم صدام در نمی اومد از سرما و اینا. من مثلا گفته بود دیگه نیومده، هوا بد بوده نیومده. آروم که صدام اومد در رو باز کردم، من این تخته پلنگ صورت افتادم، اینقدر سرد بود. این اصلا برید. گفت آخه تو چطوری؟ گفتم اصلا نگو چجوری اومدم، یخ زده بودم، رفتم جلوی آتیش شومینه و اینا تا یقام آب شد. این خاطر. بعد رفتم خلاصه قصدم اون اره برقی بود که چجوری باهاش کار کنی. خلاصه صبح شروع کردم، گفت حالا وردار ببین چجوری بود و وردشون رو کار کردم. گفت نه میتونی باهاش کار کنی. گفت حالا این بزرگه رو وردار ببین، یه بزرگه خیلی هم بزرگه سنگینه، اونم ورداشتم با اونم کار کردم. اولین کار من با چوب و یک هفته ای اونو من کار کردم با این وسیله، زدم زیر بغلم اومدم. اومدم آقای مسلمیان گفت آن چی رو؟ گفتم بیا. من همچون گذاشتم رو میز، گفتم ببین کار کردم. گفت خودت کار کرد؟ گفتم نه، بس که کار کرده، خودم کار کردم. گفت با عره برقه؟ گفتم بله عره برقه کار کردم، اینم نتیجهش. گفت خیلی خوب برو بخر دیگه. حالا بخر چی؟ پول نداشتم. یه ماشین بافتنی پدر بهروز واسه من کادو داده، هیچ وقت هم دست نزده بودم بهش، همیشه علکه فقط بازش کرده بودم چیه. گفتم گفت حالا پولش از کجا بیاریم؟ گفتم هیچی میبرم، اینو میفروشم با این میخرم. گفت حالا ببین. این و اون ور تلفن کردم، یکی تو تبریز میخواست. گفتم ببین قیمتم پایین میدم و اینقدر به من بفرست. من رفتم ابزار کار خریدم. ابزار کار رو که خریدم دیگه انگار انرژی آزاد شده. من دیگه از اون روز کار کردم، دیگه اصلا ول نکردم. سال 70 من اولین نمایشگاه انفرادیمو گذاشتم. بعد تا
تقریبا هر دو سال یه بار یه نمایشگاه انفرادی می‌ساختم تا سال 87. آخر نمایشگاه انفرادیم سال 87 بوده. بعد نمایشگاه‌های گروهی شرکت می‌کردم و همیشه مثل یک کارمند هر روز صبح می‌رفتم سر کار، ساعت‌ها کار می‌کردم. نمیدونم 16 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، خودم نمیفهمیدم واقعا. در آغاز مشکل من نداشتن امکانات بود، بسیار پایین بود امکاناتم، ولی خب از اونجایی که انقدر انگیزه درم قوی بود، بالاخره مشکلات رو سعی کردم رفع کنم و در با همه مشکلات شروع کردم تا اینکه تونستم بالاخره برای خودم آتلیه درست کنم، کار کنم. ولی خب هم به عنوان یه مجسمه ساز، خیلی همه مجسمه سازا متاسفانه مشکلات امکاناتشون خیلی بالاست، برای اینکه خیلی جا میخواد، مقام میخواد وسیعه. ولی از یه طرفم به عنوان یه زن یه مشکل بیشتر مزید بر علت بود. خب همه اینا رو واقعا با تلاش تونستم پشت سر بذارم و تلاشی که واقعا میتونم بگم حتی فکر میکردم 24 ساعت برای من کمه، واقعا کم بود. من از 24 ساعت شاید 4 ساعت میخوابیدم، خیلی انرژی ازم گرفت. ولی وقتی الان برمیگردم نگاه میکنم به اون گذشته، فکر میکنم با اون انرژی، با اون تلاشی که داشتم، اگر این موانع کمتر بود شاید خیلی بیشتر میتونستم. از طرفی هم باز فکر میکنم شاید همون مشکلات بود که این نتیجه رو داده. نمیتونم محکم بگم که آره اگر نبود شاید من بهتر از این میشدم، یا نمیدونم به کجا میرفت. همون مشکلات برای من فضاهای ساخت که تونستم از پس اینو برمیارم.